بشم هشم نعصه و نسلی اختراسی بالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب صفحه 748 از یلغوت یوسف دو سیمان 289 سیف 97 می فرماید مزایی که نوشته شده با خط عشق نازی کاشر همچنین برای سفارادی ها و همینطور برعکس مزالک خوبه که شکو بده که اون فرد ساکن خونه که سفارادیه بگیره, بگیره مزوزایی که نوشته شده با خط سفارادی و اشکنازی بگیره مزوزایی که نوشته شده با خط اشکنازی بر طبق رسم پدرانشون اون کسی که عوض میکنه مزوزای خونش رو که وارد میشه که زندگی کنه در میانش با مزوزاهای دیگر که با شکوهتره تره و همینطور سفارادی که عوض میکنه مزوزاش رو که بوده در خونش با خط اشکنازی با مزوزایی که نوشته شده با خط سفارادی بر طبق اون چیزی که شایسته است انجام بده به عنوان میسوا از بهترین اینکه این لازمه که براخا بگه روی این و براخا بگه بر یکی از اونها و بقیه رو معاف میکنه و همطور اگر گرفت مزوزای خونش رو برای بررسی و کاشر در اومد بایستی که براخا بگه موقعی که بر میگرده اونها رو نصب میکنه و صد البته اگر مزوزا پاسول بود که عوضش میکنه با دیگری که حتما باید براخا بگه اینجا سیف 97 به ما یاد میده که فرد سفارادی میتونه مزوزای اشکنازی بزنه و همینطور برعکس حالا خوبه که سفارادی مزوزای سفارادی اشکنازی هم مزوزای اشکنازی بزنه چون رسم پدرانشون حالا این نفر میخواد عوض کنه مزوزای خونهش رو با مزوزای دیگری که باشه کوتره این یه حالت حالت دومی که یک سفارادی میخواد که مزوزای اشکنازی داره میخواد بکنه مزوزای سفارادی بزنه که شایسته است این کار رو انجام بده این باید براخا بگه روی مزوزای بعدی که میخواد نصب کنه و روی یکیش براخا میگه و بقیه شما آف میکنه حالا اگر کسی مزدای خونش رو میکنه که ببره به کنه چون ما گفتیم سه سال, این سه سال و نیم یک بار باید مزدای خونه رو بررسی کنیم حالا مزدای رو کنده میخواد بده بررسی کنه میگه که وقتی که بر میگرده میزنه اونها رو که کاشر در اومدن بایستی براخا بگه صد البته اگر مزوزا رو کنده داده بررسی دیدن که پاسوله مزدای دیگری که میخره حتما که باید روش براخا بگه شماره 98 میفرماید کسی که وارد میشه که زندگی کنه در یک خانه جدید که اونجا مزوزا هست شایسته است که مزوزا رو در بیاره که بررسیش کنه که از هر گونه سافقی خارج بشه که مطمئن باشه این مزوزایی که اینجا نصب بوده کاشر و وقتی که بررسی کرد و کاشر بود اونها رو نصب میکنه با براخا و درسته که انجام بده این رو با انحراف فکری یعنی فکرش ازش دور بشه و به طور کلی موقعی که مزودا رو میدن برای بررسی فکر انسان از اونها دور میشه شماره 98 توضیحش اینه که کسی که به یک خانه جدید وارد میشه و این خانه مزوزا داره شایسته است که برای که خودش از هر شکی خارج کنه این مزوزا رو بده بررسی و وقتی که اونها کاشر بود با براخا نصبش کنه و درسته که این رو با انحراف فکری انجام بده دیگه فکرش از این مزوزا خارج میشه وقتی که معمولا میده برای بدیقا دیگه فکرش روی مزوزا نیست و بعد که کاشر میشه این مزدا ها مطمئن بود که کاشر برخا میگه و نصبش میکنه حالا اگه صاحب خونه قبلی میخواد مزدا رو بگیره میتونه صاحب خونه قبلی اجازه نداشت این مزدا رو بکنه وقتی که خونه رو میخواد به یهودی بده ولی حالا که صاحب خونه دومی یا مستاجر دومی میخواد خودش بکنه برای بدیقا میتونه بده به صابخونی اول که او بره بدیقا کنه یا هر کاری میخواد انجام بده و خودش به مزوزای جدید مال خودش رو بزنه کندن مزوزا توسط مستعجل قبلی مجاز نیست ولی مستعجل جدید میتونه مزوزا رو بکنه و بده به صاحبش و سریعا به جاش مزوزای جدید خودش رو بزنه شماره 99 میفرماید کسی که نقل مکان میکنه خونش رو و میگیره مزوزه خودش رو که خیلی باشه کوهه. یعنی میخواد از این خونه بره و مزوزایی که به این در خونه وصله مزوزای خیلی باشکویه و میخواد این مزوزا رو برداره با خودش ببره خب اجازه نداره چه کار میتونه بکنه میتونه به جاش مزوزای کاشر نصب کنه اون مزوزای قبلی بسیار باشکو بوده و گرون قیمت حالا مزوزای کاشر و معمولی نصب میکنه به جاش این میشه سبای گرفته تبق الاخا مزالک رسم خوب اینه که این مزوزای باشکو رو به هدف بدیقا و بررسی بکنه و بعد میتونه مزوزه کاشر رو اینجا نصب کنه و براخا بگه ریخ با هم مزوزا خیلی بهتره که این کار رو چندین روز قبل از ترک خونه انجام بده اینجا شماره 99 به ما یاد میده که یک نفر میخواد نقل مکان کنه از خونش بره خونه دیگه و خب مزوزه رو نمیتونه بکنه در صورتی که خونه رو میده به یک یهودی حالا مزدوهایی که به این خونه هست خیلی باشکوه حیفش میاد میخواد به خودش ببره چه پیشنادی حلاخا بهش میده بهش میگه که شما این مزوزا رو یه چند روزی قبل از اینکه که این خونه رو ترک کنی این مزوزای بسیار باشکو رو بکن بده برای بدیقا و بجاش بیا مزوزای کاشر و معمولی نسب کن برای های مزوزا هم بگو و اینجا مشکلی وجود نداره شماره 100 قوف میفرماید موقع که رنگ میکنن مزوزا رو و سخت دیگه این رو بکننش نمیتونه مزوزای دیگری رو نصب کنه یعنی دو تا مزوزا رو در باشه و بعضیا میگن که اینجا ایسور بل توصیف هم از تو را گفته اضافه نکن به دستورات من هر دری یه مزوزا میخواد نه دو تا. و این کار رو انجام نده اگر حتی باعث ضررش میشه بلکه درستش اینه که مزودای قبلی رو باید در بیاره حالا درست این بوده که قبل از اینکه بخواد در رو رنگ کنه بعد مزودا رو میکند که این مزودا رنگ بهش نخوره و خدایی نکرده خراب نشه از رطوبت اون رنگ شماره یه صد در کل به ما این رو یاد میده قبل از اینکه میخوایم مادر خونمون رو قائمه خونمون رو رنگ کنیم مزوزا رو بکنیم که این رنگ داخل این مزوزا وارد نشه و مزوزا رو خدایی نکرده پاسول و خراب کنه حالا برخورد کرده به یه موردی که رنگش کردن مزوزا مزوزا هم رنگ شده قائمه هم رنگ شده حالا نمیشه بکننش سخته میگه میشه یه مزوزای دیگه بزنیم میگه نمیشه خب این ضرر میکنه مشکل سخته کندنش میگه همینه دیگه بعد از قبل مواظب می بود که این مزوزا رو قبل از که رنگ کنن بکنتش حالا که این مزوزا میگید سخته که کنده بشه نمیتونه یک مزوزای دیگه بزنه و دو مزوزای اینجا بعضی ها میگن که بل توصیفه یعنی به قانون تورا اضافه نکن حتی اگر باعث ضرر میشه نمیتونه دو تا مزوزا نصب کنه به حال باید اون مزوزای قبلی رو بکنه وقتی میخواد بدیقا کنه و دو تا مزوزا روی در نمیتونه نصب کنه شماره 91 میفرماید اگر مزوزا رو دور نکردن قبل از رنگ کردن و رنگ کردن رو مزوزا بایستی که بررسی کنیم مزوزا رو امکان داره که این رنگ وارد شده این رطوبت این رنگ یا خود این رنگ وارد شده به خود مزوزا و اون حروف رو خرابش کرده پس رنگ زدن روی مزوزا میتونه مزوزا رو خراب کنه 102 میفرماید مزوزا یک مزوزا احتیاج داره به خط کشی این قبل از اینکه بنویسن شما اسرائیل و این شما رو روی پوستی که برای مزوزا گذاشتن این باید اول خطکشی بشه مزوزایی که بدون خطکشی نوشته شده این مردوده و فایده نداره که خطکشی کنن بعدش یعنی بعد از نوشتن بیان کشی کنن این فایده ای نداره و همینطور موقعی که شک داریم آیا خطکشی شده یا نه و در طول زمان این پاک شده یا اینکه شاید اصلا خط کشی نشده باعثی که ما شک بگیریم که خط کشی کردن مزوزا حالا خال مشه میسی نیه اگر یک کلمه یا دو کلمه از مزوزا بدون خط کشی نوشته شده بعد از اون میشه خط کشیش کنه و کاشرش کنه و میتو دین در سفر تورا پس مزوزا رو باید اول خط کشی کرد به صورت بیرنگ هست و بعد به خطکشی نداشته باشه پاسوله نمیتونیم بعد که نوشت خطکشی کنیم حالا اینجا یه سوالی مطرحه یه مزوزا اینجا ما داریم اون خطکشیش پاک شده حالا از اول نداشته خطکشی یا بعد در طول زمان پاک شده ما نمیدونیم میگه اینجا باید سخت بگیریم که مزوزای بدون خطکشی علا خال مشه و این پاسوله و باید خطکشی داشته باشه مزالک حالا اگر یک کلمه دو کلمه از مزوزا بدون خطکشی نوشته شده بعد از اون میشه خدکشی کنه و کاشرش میکنیم همینطور قانون در مورد سفرتورا هم هست پس یاد گرفتیم که خطکشی مزوزا حالا خال موشه میسی هست گفت گیمل میفرماین لخط خیلا بخره مزوزایی که نوشته شده بر پوستی که به صلاح کرم روش زده نشده بعضی ها میگن که اون کره حساب میشه افسق و فاصله بین نوشته و پوست همچنین در مزوزایی که نوشته شده که در پوستی که به صلاح مالی نشده این نوشته پا بر میمونه زمان بیشتری لیکن از اصل دین مزوزایی که نوشته شده بعد پوستی که کره مالی شده این کار فقط لخط خیلا و نیز لخط خیلا میتونه براخا بگه بر نصب این مزوزایی که روی پوست کره مالی شده نوشته شده نیست که اون و اون کرمه مردود نمیکنه این مزوزا رو چون که این برای زیباسازی اون نوشته است و چیزی که برای زیبایی خصص نیست مانع نمیشه فاصله نمیندازه و اشکالی نداره اینجا به ما یاد میده که مزوزایی که کرم مالی شده و بعد روش نوشتن اینها مشکلی نداره ولی خط خیلا میشه روش براخاگو و این کرم باعث مردود شدن مزوزا نمیشه چون این کرم رو زدن برای زیباسازی این مزوزا و این چون برای زیبایی این خصص و فاصله نمیندازه بین نوشته و پوست و معمولا قبل از اینکه بخوان بنویسنم پارچه میکشن تمیز میکنن که کرمی اونجا وجود نداشته باشه حفدالت میفرماید که در شهرهایی که اونجا خوک رو پرورش میدن خیابن ساکنین شهر که اونجا مزوزا قرار بدن در دربهای خونشون فقط در دربی که اون خوکا عبور میکنن اون پاتوره از مزوزا چون خوک کثیفه و در کسافت خودش هست و اون رو میخوره اینه که این کسیفه و بنابراین دربی که اونجا خوک رد میشه اون از مزوزا معافه شماره 105 میفرماد این موضوع واضحه و مشخصه که مزوزایی که نوشته شدن به صورت چاپ یا عکس اینا اصلا کاشر نیستن متاسفانه پیدا میشن امروز خیلی مزوزایی که در بازار هستن در دست افراد غیر مذهبی بنابراین میسوایی که به همه بگن که مزوزایی بخرن فقط از کسی که تلمید خواهمه و خدا ترسه که باطل نکنن از خودشون این میسوای بزرگ و ارزشمند رو پس بنابراین مزوزا رو باید از یک فردی خرید که مطمئنیم صد درصد خدا و تنمید خواهم هست مزوزایی که چاپیه یا عکس به ایچ و قابل قبول نیست و میسوای مزوزا رو انجام نمیده شماره 106 میفرماید مزودایی که جدید اومده که میگیرن یک صفحه از ابریشم و حکاکی شده پاراشای شمع اسرائیل و قرار میدن یک پوستی رو زیر این صفحه و اینجا مرکب میزن بر اون به صلاح و میمالن اون رو در رفت و برگشت با یک مگه با یک خشکن یا یک وسیله و اون به صلاح جوهر یا مرکب فرود میشه وارد میشه طریقه اون های اون ابریشم بر روی اون پوست و یک چشم به هم زدن چاپ میشه که مزوزای کامل چنین های پاسول اتابدی بدی عوض و کسی که براخا میگه بر نصف چنین مزدوهای براخاش لبتال است و اون میخشل بسیار سنگی نیست اینجا یه چیزی مثل شابلون میمونه که چه مکسرال و با شما که در مزوزا هست روی یک صفحه ای این رو حکاکی کردن در آوردن و اینو میذارن رو پوست و با جوهر میکشن اونجا و پن میکنن و اون جای اون حکاکی هایی که روی این شابلون هست روی این صفحه ابریشم هست روی اون پوست باقی میمونه توی یک چشم هم زدن یه مزوزای کامل نوشته شده و بهتره بگم چاپ شده و این قابل قبول نیست و 100 درصد پاسول هست شماره 107 میفهمونید که هستن که میگن که مجاز نیست که آویزون کنه مزدا رو رو گردنش یعنی مثل گردنبند بندازه به گردنش با زنجیر نظیر دعا برای مزال برای شانس و برای محافظت یا اینکه آویزونش کنه تو ماشین بعضی یا سبک میگیرن و همینطور اصل حلا خواست که موقعی که این رو انجام میده از جنبه ایمانی که داره به عنوان نگهبانی و محافظت نظیر دعا نه به خاطر به یک زیور فقط موقعی که آویزون میکنه این رو در اتومبیلش بایستی که سخت بگیره اون رو یه جای قشنگ نصبش کنه قرارش بده طریقه گذاشتن نه طریقه آویزون بودن اینجا به ما یاد میده که حلاخا اینه که میتونیم مزوزا رو به عنوان شمیرا به عنوان مزال به عنوان دعا اصلا تو گردن خودش بندازه توی یه چیزی بذاره بذاره به گردنش یا ای که تو ماشین بذاره چون این جنبه ایمان داره قبولش داره اعتقاد داره به این کلام تو را که محافظت میکنه مثل یه دعا به عنوان زیور نیست به عنوان زیور نمیتونه به گردن بندازه به عنوان ایمان به کلام خدا که محافظت میکنه کلام خدا محافظت میکنه از ما و این از این نظر مسئله نیست و اگر تو اتومبیلش میخواد بذاره مشکلی نیست ولی نصبش کنه یه جایی بذاره تو داشبورد ماشین یه جایی که با احترام باشه آفتاب نخوره اونجا مزوزا رو قرار بده ولی ولی اینکه بخواد مزوزا رو آویز کنه این کار درستی نیست که این تکون میخواد تو ماشین بلکه یه جایی قرارش بده ساکن شماره 108 میفرماید که نفروش مزوزا رو به فرد غیر به عنوان سگولا و برجستگی یا به عنوان یاد بود خاطر که آسور اون رو از اختیار قودش به اختیار خل خارج کنن و اگر مسئله کینه هست یا مسئله سکانا و خطره اینجا مجازه حالا <تصفح> میفرماید که اجازه نداریم مزودا رو به یک فرد غیر یهودی بدیم به عنوان برجستگی سگولا یا یاد بود به خاطر که از رشوت قودش به رشوت خل میبریمش و اگر اینجا باعث کینه و دشمنی میشه یا سکانا داره این مجاز شماره قفتت میفرماید که اگر اجاره میده خونش رو به غیر یهودی مزوزاش رو قبل از اینکه اون غیر یهودی وارد بشه میکنه شماره 110 میفرماید کسی که زندگی میکنه در شهری که اکثرش غیر یهودی هستن و خونش رو رها میکنه میره از دو خونه و امکان داره که اونجا بیان غیر یهودی زندگی کنه میفهمونید که مزوزا رو در بیاره به خاطری که خاری بهش نیاد پس کسی که توی شهری زندگی میکنه که اکثرا غیر یهودی هستن و خونش رو ترک میکنه و اعتمال میده که اونجا غیر یهودی بیاد مزودا رو در بیاره که برات خاری نیاد و اگر میدونه که یهودی میاد میدونه صاحب خونه میگه یهودی میخواد بیاد اینجا و مشخصه که یهودی میاد اونجاست که اجازه کندن مزوزا رو نداره و توضیحاتی که قبلا در این مورد دادیم شماره 111 میفرماید که کسی که خارج میشه از خونه به منظوری که خراب کنه خونه رو لازمی که مزوزاشو در بیاره به خاطر که بارت خاری نیاد میخواد خونهشو زمین بزنه بسازه به هر حال قبل از این خونه میره بیرون به منظوری که خونه رو خراب کنن این رو مزوزا رو در بیاره شماره 112 قف یودوت میفرماید کسی که مزوزا از دستش خدایی نکرده زمین افتاد احتیاج نیست که تعنیت بده و صد البته اگر اون یک تلمید خاخامه که تعنیت باعث میشه که باطل بشه از آموزشش فقط خوبه که یه صداقایی بده و درسته که همچنین بررسی کنه سایر مزوزای خونش رو ببینه آیا اونا کاشرن و صد البته در مورد استر که از دستش افتاد لازم نیست که تعنیت بگیره به خاطری که اسم عشم اونجا در مگیلت استر نیست شماره 112 می که اگر مزوزا از دست انسان زمین افتاد البته مسلمه که باید مواظب باشه با کابوت با احترام اون رو حملش کنه خواهد جایی ببره در جای محترم و خوب بگذارتش ولی اومدیم افتاد زمین می فرماید به تعنیت نیست مثلا اگر تلمید خاخامه و این تنید گرفتن باعث میشه که تلمود کم بشه و باطل بشه از تلمود فقط خوبه که صداقا بده و درسته همچنین که سایر مزوزا رو تو خونش بررسی کنه ببینه آیا اونا کاشرن صد البته دموده مگیلت استر که اگر خدایی نکرده زمین بیفته اتر به تنید نیست که در مگیلت استر اسم اشم نوشته نشده شما نقوف گیمل میفهمد کسی که اجاره میکنه خونه رو از رفیقش اون کسی که اجاره میکنه موظفه به نسب مزوزا و معین کنه مکان نسبش رو یعنی مستعجری که میاد تو این خونه موظفه که مزوزا نصب کنه چون میخواد توی خونه زندگی کنه گفت دالت میفرماید که کسی که اجاره میکنه خونه ای رو در ارس باید مزوزا بزنه با براخا فورن به خاطر آبادی ارست ولی اون کسی که اجاره میکنه خونه رو در خارج از ارست ما از مزوزا تمام سی روز اگر میخواد خودش رو خیاف کنه و مزوزا رو بزنه فورا براخانگه حتی اگر بعد از سی روز یعنی سی روز گذشت لازم نیست که دور کنه مزوزا رو و از نو نصبش کنه حالا سی روز بیشتر موند میفهمه نمیخواد بکله دوباره بزنه و این مسئله تحصیل بلومی ناسوی نیست یعنی تو خودت باید این نیسوار رو انجام بده نه اینکه خود به خود انجام بشه که چون زمان خود به خود میاد و کسی که سخت میگیره که اونا نصب میکنه از نو تا والا براخا اشم بهش براخا بده و بعد از سیروت چون که به نظر میاد که خونه مال اوه خیاب به مزوزا با براخا و اگر اجاره کرده خونه رو برای مدت شیش ماه و بیشتر و خیابه که نصب کنه مزوزا رو فورا ولی براخا نگه بر نسبش و اگه نسبش کرد قبل از اگه نسبش کرده قبل از سی روز اینجا میفرماید کسی که تو ارسکی خونه ای رو اجاره میکنه فورا باید مزوزا بزن خب خارج از ارسک قانونش چیه اه... تا سی روز معاف از مزوزا اگر میخوایی بزنی بدون رو برخا بزن این تا سی روز مشخص شد اومد این بعد سی روزم هم موند نمیخواد مزوزا رو بکنی حالا زدی زده باش مهم نیست نمیخواد بکنیش و چون بعد از سی روز دیگه به نظر میسه خونه مال خودشه و خیاب میشه به مزوزا با براخا حالا اگر یه نفر برای شیش ماه یه خونه رو اجاره کرده یا بیشتر اون وقت فورا مزوزا رو میزنه فورا مزوزا رو نصب میکنه چون میخواد یه ما بیشتر بمونه دیگه ولی براخا نمیگه برای این نصب کردنش اگر قبل از سی روز میزنه پس این کسی که میخواد یه ما بیشتر بمونه همون ابتدا قرار داد نوشته سه ما چهار ما شیش ما میخواد بمونه همون ابتدا مزوزا رو نصب میکنه و براخاشو کی میگه براخاشو بعد از سی روز میگه چون گفتیم اگر نصب میکنه قبل از سی روز براخا نگه ولی چون میخواد شیش ماه دو ماه پنج ماه بمونه اونجا براق... مزور از ابتدا نصب کنه ولی براخاش رو بعد از سی روز بگه که ما مطمئن شدیم که این دیگه حتما موندنی گفت اتباب میفهمد کسی که اجاره میکنه خونه ای رو در خوسلارس برای زمان کمتر از سی روز که گفتیم کمتر از سی روز مزوزا نمیخواد معاف حالا سخت گرفته مزوزا زده بدون براخا و موقعی که سی روز گذشت میخواد بمونه بعضیا میگن میتونه براخا بگه بر مزوزا همچنین که اون نصب بعضی‌ها میگن لازمه در بیاره بعد دوباره نصبش کنه طبق دین لازم نیست که دورش کنه و از دوباره نصب کنه کل مقام بهتره که خارج کنه و مزوزا رو بده اگاه و برگرده نصبش کنه با براخا مزالک اگه خارج نکرده مزوزا رو یعنی در نیبود انجام وظیفه میسوای مزوزا رو داده و این رو ما مردود نمی کنیم به خاطر تعصب به نومی ناسوی بگیم خب این خود به خود میسوا انجام شده و باید تو انجام میدادی اینجا شماره قفت اتباب میفرماید کسی که یه خونه رو اجاره میکنه کمتر از سی روز که نمیخواد مزوزا بزن حالا سخت گرفته زده خیلی خوب بدون براخان حالا تصمیم گرفته که بمونه تو این خونه خب اختلاف نظره بعضی ها میگن میتونه به بگه بر مزوزا در حالی که نصب بعضی ها میگه بعد بکنتش دوباره بزنتش طبق علاخا نمیخواد دوباره نصبش کنه ولی بهتره که بده برای بدیقا و بعد که آورد میزنه با براخا بزنه اگرم نکندش از آن وظیفه مزوزا رو داده و اشکالی نداره چون گفتت زن کسی که خونه میخره خارج از ارس خیاب به مزوا به براخا فولن خونه رو خریده دیگه این دیگه فورا مزوزا رو نصب میکنه گفت <applause> یوزن میفرماید کسی که خونه ای که خونه ای رو در ارس اجاره کرد و مزوزا زد و با بر... و برگشت و خریدش از صاحب خونه به قینیان گامو خرید کامل از کسی که میگه لازم نیست دورش کنه و برگرده نصب کنه از نو چون که و اینجا مسئله تحصیل و میناسوی نیست و درست اینه که مزوزا رو در بیاره بده به سفر که اونو بدیقا کنه اگه کاشر بود برگرده با براخا نسبش کنه پس یه نفر یه خونه ای رو تو ایرس اجاره کرده مزوزا هم زده هم اول هم توی که بالا گفتیم کسی که اجاره میکنه خونه رو تو ایرس خیاب به مزوزا میشه خیاب میشه به مزوزا فورا حالا تو ایرس ای که مز خونه ای رو اجاره کرده فورا هم مزوزا زده بعدم خریدش دیگه نمیخواد مزوزا رو ب... بکنتش و دوباره نصبش کنه یه نظر اینجوریه ولی درست اینه که بهترین کار اینه که بیاد مزوزا رو بکنه و بده به اگه کاشر بود با وراخا نصبش کنه شماره یه قوف یود خط میفرماید کسی که خونه رو از گوی اجاره میکنه خیابه به مزوزا و در ارس اسرائیل خیاب فورا این وظیفه فوری برش قرار میگه ولی در خوش لارس بعد از سی روز قرار میگیره همونطوری که ما بالا توضیح دادیم پس اینکه مالک خونه غیر یهودیه فرقی نمیکنه خونه شما زندگی میکنید یهودی هستید بعد مزوزا بزنید حالا اگه تو ارسه که فورا باید بزنید اگه خوش لارسه بعد از سی روز وظیفه بر شما قرار میگیره همطور که بالا جزئیاتش رو گفتیم شماره 119 میفرماید که مجازه که جا به جا کنه مزوزا رو در شبات مخزه نیست چون که میتونه ازش چندین حلاخا رو یاد بگیره مزوزا گذاشتی تو تاخچه میخوای بیاری جا به جاش کنی نگاش کنی مسئله نیست چون میشه ازش خیلی حلاخا یاد گرفت 120 می نویسه که مزوزایی که افتاد از جای خودش در شبات بعضی ها میگن اگر نسبش نکنه با نمیخواد نصبش کنه با میخ و یا ای که تو یک جایی داره اونجا قرارش میدن موتاری که برگردونه در شبات بعضی هم سخت میگیرن روز شبات مزدو افتاده خب یه مزدوهایی که با میخ وصلش نمیکنه یا اینکه یه جایی داره میذارن تو جای خودش میفرماد که مجازه این رو برش گردونه در شبات ولی بعضی ها این رو سخت میگیرن شماره 121 میفرماید که کسی که خارج میشه از خونش که بره شهر دیگری یه ما دو ما با اهل خونش و برمیگرده به خونش بعد از اون مدتی که مسافرت بوده نمیخواد که برگرده به رقابی که بر نصب مزوزا با اونجا که این مزوزا وظیفه کسی که توی خونه زندگی میکنه و اینجا کسی زندگی نمیکرده که برای یکی دو ما و در زمانی که ایشون از خونه رفته بیرون مسافرت در خونه کسی نبوده تمامیت که میکل مقام چون که فکرش بوده برگرده به خونه این وظیفه مزوزا ازش خارج نمیشه بنابراین این نیست که برمیگرده معاف از اینکه که براخا بگه بر نسب مزوزا بله یک نفر خونش رو میکنه میره مسافرت برای ما دو ما خب ایشون برکه میگرده نمیخواد دوباره براخا بگه چون نیتش بوده برگرده و هیچ مشکلی وجود نداره محافظی که بخواد به بگه بر نصب مزوزا 122 که موتاره که تاج بگذارن بعد از نوشتن مزوزا و این به خاطر کسیدران نیست چلو کسیدران نیست چون میدونیم که مزوزا و تفلین رو باید کلماتش حروفش به ترتیب بنویسی و اینجا تاج گذاشتن رو حروف مزوزا مشکلی به وجود نمیاره چون اون تاج ها مانع نمیشن پاسول نمی کنن. بعد از نوشتن هم میتونیم اونها رو تاج بذاره 123 میفرماید سفری که می نوشت داشت می نوشت مزوزا و اسم عشم هم به نام قدوشاشون نوشته یعنی با به نام قدوشت شم می نیسه. و در یکی از مزوزایی که نوشته شک داره آیا موقعی که اسم هشم نوشته فکرش بوده لشم قدوشت هشم یا نبوده حقیقتا در ابتدای نوشتن مزوزا گفته که مین ویسه لشم قدوشت مزوزا و بعد از اینکه که تکمیل کرده مزوزا اینا با قاطی شدن با هشتا مزوزای کاشه و غیر ممکنه تشخیص بدیم و جدا کنیم بینشون بایستی که مجاز کنیم تمام اون مزوزا رو بلکه بایستی که یکی از این مزوزا رو در ایوان نصب کنه یه جایی که مزوزا از دین نمیخواد مثلا جایی که دومت در دومت نیست و هیچ چیز دیگری شماره کاف غوف کاف گیمه 123 میفرماید که یک نویسنده مزوزا اومده مزوزا رو نوشته همه به درستی اسمشم هم به شم نوشته یکی از اینا شک داره آیا موقعی که اسمشم نوشته فکرش به شم بوده یا نه در ابتدای نوشتنم گفته لشم قدوشت مزوزا ولی بعد که همش رو نوشت و اینا قاطی شده و نفهمیده کدومش بود که اسم اسمقه هشم شک داره که نوشته یا نه بگه همه اینا رو میشه مجاز کرد فقط یکی از این مزوزا رو بزن جایی که لازم به مزوزا نیست خیوب نداره مثلا جایی که دومه در دومتره مزوزا نمیخواد حالا اینجا دومه در دومه نیست اینجا مزوزا نمیخواد نیست سطح اون اتاقه و اونجا بزن یکیشو که اینجا یه این شک اینجا مرتفع بشه امیدواریم که بتونیم میسوات هشم رو همه بدهیم مزوزا به خوبی انجام بدیم به خصوص میسوات مزودا به نحو اصلا و آینده بسیار خوبی برای همه سروران آرزو میکنم بارو خشم لعلام آمین و آمین